دوستان درود بر شماتون، حالتون امیدوارم خوب باشه. خیلی سریع میرم سراغ اصل مطلب، وقتتون رو نمیگیرم. این ویدیو مربوط میشه به کسایی که از خیلی وقت پیش، تقریبا ابتدای شروع این چنل با من بودن، این چنل رو دنبال کردن و میدونن که چه کانتنت هایی داشتیم تا الان. اما اگر شما جز اون دست افرادی هستید که تازه دارید این ویدیو رو میبینید و نمیدونید داستان از چه قراره، خواهش میکنم وقت بذارید این ویدیو رو ببینید تا شما متوجه بشید و تو جریان کار و روند چنل قرار بگیرید. بعد بدونید که توی این چنل از ابتدا تا الان کانتنت مربوط به فیفا بوده صرفا، مخصوصا بخش آلتیمیت تیم. تا یه جایی ما اینو پیش رفتیم، سر یه سری مسائل مشکلاتی که پیش اومد مجبور شدیم از یه جایی به بعد صرفا کانتنت پک اوپنینگ بذاریم و آموزشی ها خیلی کم شد، گیم پلی هم خیلی کم شد. اینو بذارید کنار. باز اگر یادتون باشه ما یه چنل دومی داشتیم به اسم آنریل هوسیس که لینک اون چنل هم همین الان تو دیسکریپشن همین ویدیو هست. کلیپ های 1 دقیقه‌ای از استریممون رو میذاشیم توی در واقع اون چنل دوم، بیشتر ویدیو شورتس قرار میگرفت توش و در واقع کلیپ های 1 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای از استریممون. از یه جایی به بعد اون چنل هم استوب شد. اما قسمت مهم ماجرا که میخوام ازتون بگم از اینجا به بعد ویدیوه. این چنل، یعنی چنل ریل هوسیس که دارید ویدیو رو توش میبینید، سعیش بر این بوده که دیلی آپلود داشته باشه، یعنی ما هر روز یه ویدیو رو آپلود بکنیم. 1 ماه 2 ماه گذشته رو اگه بذاریم کنار، چون درگیر همین تصمیم گیری ها بودیم و تغییرات و اینا بودیم، سعی بر این بوده که دیلی آپلود باشه. حتی یه سری روزا دیدید که دوتا من ویدیو گذاشته بودم، یعنی دابل آپلود بودم. همین دیلی آپلود گذاشتنه باعث میشد که در واقع کیفیت ویدیوها تا حدودی بیاد پایین، کیفیت ادیتا نتونه در حدی باشه که حالا روش کلی افکت باشه و داستان باشه، در حد توان چیزی بوده که روزانه بشه آپلود کرد. بقیه چنل هایی که بچه ها میبینید کیفیت مثلا ادیتاشون خیلی بیشتر، حالا کیفیت منظورم اینه که افکت های بیشتری میدن، داستان های بیشتر، منظورم متوجه میشید دیگه. برای همین یه تصمیم مهم اینجا گرفته شد، اونم اینه که توی این چنل از این به بعد ماکسیموم شما 3 تا ویدیو در هفته میبینید و برای استارت من فکر نمیکنم بیشتر از 1-2 تا ویدیو در هفته داشته باشید. ماکسیموم 3 تا ویدیو میبینید برای اینکه کیفیت ادیتا بره بالاتر، کیفیت تامنیلا بره بالاتر و هر چیز دیگه ای. و کلا محتوا توی این چنل قراره که تغییر بکنه، از محتوای آلتیمیت و آموزش و گیم پلی و اینا کامل این چنل خارج میشه، میره به سمت تلفیقی از فیفا و حالا ولاگ و ویدیوهایی که بیرون از خونه گرفته میشه. یه نمونهشو پارسال گرفتیم، خیلی هم استقبال کرد، دوست داشتیم بود که رفتیم پلی پیکمون رو دادیم بیرون، مردم میزدن و یه جایزه گذاشتیم و از اینجور صحبت ها. قراره که ایده ها و کانتنت های جدید توی این چنل پیاده بشه، روش زمان بیشتری گذاشته بشه، با کیفیت بهتر بهتون ارائه داده بشه، کیفیتی که لیاقتش رو دارید. اما سوال اینجاست که آقا داستان آلتیمیت تیم چی میشه؟ داستان آموزش ها چی میشه؟ گیم پلی ها چی میشه؟ از این به بعد قراره این مدل ویدیوهایی که تا الان توی چنل بوده، یعنی هایلایت استریم بوده، آموزشی بوده، گیم پلی بوده و هر چیز دیگه ای، قراره بره توی چنل دوممون، یعنی آنریل هوسیس، یعنی اون چنل هم استارت کارش رو دوباره میزنه. پس خواهشی که ازتون دارم اینه که جفت چنل ها رو سابسکرایب داشته باشید، لینکش توی دیسکریپشن هست و هر جای دیگه که من بتونم بذارم توی کامنت هم احتمالاً میذارم براتون. کامنت ها رو چک کنید، دیسکریپشن رو چک کنید. منتظر حمایتتون هستم، یعنی به حمایتتون شدیداً احتیاج دارم بچه‌ها، چون که قراره داستانمون عوض بشه و چیزی که در خورشه هم برای بچه‌ای که دوست دارن آلتیمیت دنبال بکنن، تکا رو دنبال بکنن، آموزش ها رو دنبال بکنن و هم برای بچه‌ای که دوست دارن آقا یه کانتنت جدیدی ببینن، یه ایده جدید ببینن که تا الان نبوده. یه واقعا خسته کننده شده دیگه کامیونیتی فیفا، من احساس میکنم ایده ها ته کشیده، داریم این سری کارهای جدید میکنیم، امیدوارم خوشتون بیاد. یه نکته دیگه ای که بگم، داستانای آموزش و فلان و اینا میدونم تا الان کم بوده، ولی از اینجا به بعد توی چنل دوم من خیلی بیشتر براتون آموزش و گیم پلی هم میذارم، طبق چیزایی که من تو کامنت ها و اینجور داستان ها خوندم. و یه نکته دیگه ای هم که بگم اینه که تمامی ویدیوهایی که نامربوط باشه به ایده جدیدمون، تقریبا میتونم بگم 80-90% ویدیوهایی که الان توی چنل هست همهشون پاک میشن. دمتون گرم که وقت گذاشتید این ویدیو رو دیدید، خیلی مخلصم، شدیداً به حمایتتون احتیاج دارم. نظرتونم توی کامنت ها دوست دارم بدونم که چی. خیلی مخلصم، از خودتون مراقبت کنید، فعلا بدرود.